در حاشیه کنفرانسی در لندن با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران گفتگوی کوتاهی داشتیم. در ابتدا نظر احمد شهید رو در مورد اعدام‌های ماه‌های گذشته در ایران پرسیدیم. هیچ گونه دلیلی برای درک سرعت گرفتن اجرای احکام اعدام در ایران ارائه داده نشده. این تعداد اعدام واقعا شوک‌آور است. در نیمه اول سال جاری میلادی بیش از 600 نفر اعدام شدند و اگر این روند اینچنین ادامه پیدا کنه واقعا شوک‌آور خواهد بود. از گزارشگر ویژه سازمان ملل پرسیدیم آیا وعده‌ای که آقای محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مبنی بر حذف مجازات اعدام برای کسانی که به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر میشند داده بود خبری شد، چون تا حکنون که احکام اعدام متوقف نشدند؟ بله، آقای لاریجانی این مسئله را تا کنون چندین بار علنا اعلام کرده و گفته که باید در مورد اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر تجدید نظر کرد، ولی خب تا حالا هیچ گونه اتفاقی نیفتاده است. نه تنها اجرای احکام اعدام ادامه دارند، بلکه احکام اعدام جدید هم کماکان صادر می‌شوند. در ایران گویی ارزشی برای جان انسان قائل نیستند. من بارها خواهان توقف اجرای احکام اعدام شدم، زیرا در معاهده‌های بین‌المللی که ایران هم به آنها پیوسته است برای جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام در نظر گرفته نشده. نظر آقای شهید در رابطه با کسانی که معتقدند با توافق وین میتونه گشایشی سیاسی در ایران به وجود بیاد و نقض حقوق بشر کاهش پیدا کنه جویا شدیم؟ در سالهای گذشته تحریم ها البته بر حقوق مردم هم تأثیر گذاشتند و بدون شک با برداشته شدن این تحریم ها وضعیت مردم بهبود پیدا خواهد کرد. نقض حقوق بشر در ایران من فکر می کنم به صورت کنونی نمیتواند ادامه پیدا کند، زیرا در هر صورت ادامه آن عواقبی برای ایران به دنبال خواهد داشت. در خاتمه از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرسیدیم آیا واهمه فعالین حقوق بشر ایرانی مبنی بر این که با توافق وین و آغاز داد و ستد غرب با ایران میشه حساسیت ها نسبت به نقض حقوق بشر در ایران کمتر بشه چه فکر میکنه؟ اگر شما مدافع حقوق بشر باشید، واهمه این که به اندازه کافی به این مسئله توجه نمی شود همیشه شما را همراهی خواهد کرد و در اکثر موارد این واهمه آنچنان بیجا نیست. این واهمه قبل از توافق وین وجود داشت و حالا هم وجود دارد. بر کسی هم پوشیده نیست که کشورها همیشه منافع خودشون را در اولویت قرار می دهند. ولی با توجه به پویایی و فعال بودن جامعه مدنی در ایران و همچنین فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در این رابطه، فشارها بر جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر ادامه پیدا خواهند کرد. کشورهای غربی هم که خود را آماده معامله اقتصادی و تجاری با ایران می‌کنند، در زمینه حقوق بشری از سوی سازمان‌های غیردولتی کشورهایشان تحت فشار قرار خواهند داشت تا نقض حقوق بشر در ایران را از یاد نبرند.